ندا رامش اینجا در استودیو با ما همراهی میکنه تا از روایت های شما بگه. ندا، پس دیروز یه چند تا ویدیو تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از یه عده که تو مسیر جاده منتهی به مرز شلمچه یه چند تا کامیونو که بار سیفیجات به عراق می‌بردن و متوقف می‌کنن و بخشی از بار این کامیون‌ها رو با خودشون می‌برن. دادستان خرمشهر در واکنش گفته که 5 نفر از این افراد رو دستگیر کرده و ماشینی که باش سرقت انجام دادن هم توقیف شده. این ویدیو رو ببینید. این مرد شلمچیه. هر از چنگاهی توی این برنامه ویدیوهایی از سرریز شدن فاضلاب در خیابونها و خونه‌های شهروندان در خوزستان یا ورود فاضلاب به رودخانه ها می‌بینیم که سلامت شهروندان این استان رو تهدید می‌کنه. این مشکل در حالی این همه سال به درازا کشیده که تا به الان بودجه‌های میلیون دلاری برای رفع مشکل فاضلاب خوزستان اختصاص داده شده. سال 83 بانک جهانی 149 میلیون دلار برای اصلاح شبکه فاضلاب خوزستان اختصاص داد. 4 سال بعد هم گفته شد 130 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای رفع این معضل اختصاص دادن. همین 2 سال پیش هم بود که اعلام شد رهبر جمهوری اسلامی با اختصاص 50 میلیون یورو برای رفع مشکل فاضلاب خوزستان موافقت کرده. این همه بودجه ولی دریغ از ذره پیشرفت برای رفع این معضل. خیابون جامی که از بهترین خیابونای آبادانه. این وضعیت شهرمانه. خجالت بکشیم. این گویای همه چیه. سال من فکر کنم 5 6 سال هست دیگه. 5 6 سال دیگه. صاحب نداره این شهر. اگر صاحب داشت که وضعیت ما این نبود. خجالت بکشید. برید بشینید تو خونه هاتون. نیاد تو شهر ادعا بکنی شهر داری. آقای حمیدپور تو چه شهر داری هستی؟ از وقتی که اومدی تمام آبادان به لجن و کثافت کشیده شد. بله دیگه، شورای شهر با 4 نفر دیگه دست بده هم میکنن، بخور بخور میکنن تو این شهر که 4 تا زمین شهرداری بهشون بدید بسازه، 4 تا فلان کنن، شما رو میارن بالا. وضعیت مردم اینه. ما پول دارایی داریم میدیم، ما مالیات تو این شهر داریم میدیم، حقوق شما ها از مالیات ما هست. خجالت بکشید. اگر من مالیاتی میدم حرام بر شما باشه. بریم به بخش دیگه از جنوب کشور، استان هرمزگان، منطقه‌ای به اسم هشت‌بندی از توابع شهرستان میناب و تصاویری ببینیم از زاغنشین‌هایی که کنار خور و تپه تو جایی زندگی می‌کنن که به سختی میشه اسم اونها رو خونه گذاشت. همین دیماه گذشته بود که ابراهیم رئیسی تو بازدید از مناطق سیل‌زده هرمزگان سری هم به این منطقه زد و وعده داد که مشکلات مردم رو رفع می‌کنه. اما تو این ویدیو اثری از کوچکترین پیگیری این وعده‌ها نمیبینیم. آقایونی که میرید به این یمن و سوریه و هر دیگه کمک به مردمتون ناکن، اینجا استان هرمزگانه، هشت‌بندیه. بند خدا پول ندارن خونه برای خودشون درست کنن، همه تو چادر دارن زندگی میکنن با بدترین حالت ممکن. اینا رو نگاه کنید، یه خود خجالت بکشید. خدای حق مردم ایران این نیست که اینطوری تو چادر بغل یه درخت هر روز حدم به دقیقه حشره و کوفت و زهره مار از سر کول آدم بالا بره پایین بره. نه حمومی، نه دستشویی، نه امنیتی اینجا. یعنی این ریک عقرب ریخته اینجا. ناکنید خدا وکیلی، خجالت بکشید. بعد از بازگشایی حضوری مدارس تو سال جدید، خیلی از خانواده ها به نحوه این بازگشایی اعتراض کردن و الان هم تو شرایطی که کیفیت هوا تو بسیاری از شهرها در وضعیت بحرانی قرار گرفته، نگرانی اونها بیشتر شده. چرا که نمیشه به خاطر آلودگی در و پنجره ها رو برای تهویه باز گذاشت و نمیشه به خاطر خطر همه‌گیری پنجره ها رو بست. خیلی از خانواده ها خواستار تعطیلی مدارس شدن که با این خواسته اونها هم موافقت نشد.
شد. حسام الدین آشنا که مشاور رئیس جمهور در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بود هم به این موضوع واکنش داده و در توییتر نوشته مدارس موظفن فردا پنجره‌های کلاس‌ها رو به خاطر کرونا باز کنن و همچنین موظفن به خاطر آلودگی پنجره‌ها رو باز نکنن. به نظر شما الان تکلیف چیه؟ حالا بریم دو تا ویدیو ببینیم از اعتراضات خانواده ها به موضوع بازگشایی مدارس. اما امروز پرستاران و کادر درمان در سنندج به تعیین تکلیف نشدن وضعیت استخدامشون اعتراض کردن و خواستار تبدیل وضعیت بدون آزمون نیروهای طرحی و پایان دادن به طرح بدون سهمیه شدن. رویت شمای دیگه بود. تصاویر و ویدیوهایی که دوست دارین دیده و شنیده بشن از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های واتساپ، تلگرام و سیگنال به شماره 2044 78 3000 7000 برای ما بفرست.